او برادر اسلامی مؤمنین خدا همتون به خانه خدا خوش آمدید. پروردگار ساعت ها را برای ما و شما ساعت های ثواب هدایت و توفیق قرار دهد. کوشش کنین برادر خانه یکم پر کنین، پیش بیاین، پیش شینین، دم عقیف نشینین، دور نباشین. ای رحمت خدا همیشه در جماعت رحمت الله های کوشش کنین که با جماعت شینین. انسان وقتی که دور از جماعت که شد حتما او را ابلیس فکرش خیالش رسوا میکنه. کوشش کن با جماعت شینین. اما خونه چه یکم قریب 50-60 آدم میبره، بیاین پیش شینین تا یه چیز یاد گیریم. خب ما رسیده بودیم و سوره آل عمران پاره سیم قرآن آیه رقم 20 در باره حجت و دلیل، در باره بحث و مناظره، در باره اخلاق اسلام و مسلمین در حالت بحث و مناظره باید چی گونه باشه. الله جل و علا شأنه در این آیه های مبارکه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای خاطر و تسکین بخشی دین پند و نصیحت میکنه. وقتی که ما درباره دین بحث کردیم، چند روز بود درباره دین مناظره کردیم. دین چی بود؟ دین در اینجا ما اصلا بیان کردگی بدیم که دین اصلا چیست؟ ای نقطه نظر اسلام دین چی بود؟ دین یکم شاخش بود عقاید، یکم شاخه دین چی بود عزیزو؟ عقاید. دویم شاخه دین بود احکام، ما در این بابت صحبت کردیم، یک بار دیگه خاطر رسان میکنیم. سیم بود اخلاق. انمی سه چیز دین های عقایدش خداشناسی آمنتو بلاهی، احکامش حرام و حلال و شبه و باطل و فاسد، اخلاقش تربیت. انسان باید اخلاق داشته باشه. هر سه همین جمعش نامی همین چی بود؟ دین. تمام پیغمبران را نام دینشان عزیزا چی بود؟ همه پیغمبرا را نامشان، نام دینشان اسلام بود. معنی اسلام انا همین کلمه عزیزا، نام همین اسلام چی بود؟ تسلیم. یعنی که همین سه چیزی را که اسلام آورده باید تسلیم شوید. در انجیل، در تورات، در زبور، در تمام کتاب های آسمانی صحیفه ها نام رسول اکرم اومده بود صلی الله علیه و سلم، که آخران پیغمبر نامش احمد های ما دین رو بحثو کردیم. وقتی که اینجا دا که اومد نامش که احمد های، یگانه راهی که مسیحیت و یهودیت در همون کلمه چیکار نکردن عزیزو؟ تسلیم نشدن. در همون کلمه چیکار نکردن؟ تسلیم نشدن. وقتی که تسلیم که نشوی، ای کلمه تسلیم نشدن چی پیدا میشوه؟ ظلم. بحث همینجا سر میشوه. در تمام جا آدم باید حقیقت تسلیم شوه. حقیقت که تسلیم نشوه، یک کلمه پیدا میشه نام او چی های؟ ظلم. ظلم یا ظلمت، ای همین کلمه گرفته میشوه. ظلم یا ظلمت. ظلمتش به معنای چی از در زندگی آدم به معنای چی میومده است؟ تاریکی. ظلمت تاریکی. ظلم یعنی چیزی را در جوش نموندن، حق در حق نرسوندن، ای همینجا پیدا میشوه. همین آیت آیه ظلم های، همین آیه رقم 20 آیه چی بوده؟ ظلم. یعنی چی ظلم های؟ اولین کلمه ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلام میبیو میگه تسلیم شوی. تسلیم امینه ای که عیسی مسیح گفته است که آخران پیغمبر حضرت محمد های صلی الله علیه و سلام. حتی یه سنگ یافتن، امروز همون سنگ در شهر لندن های، خصوصا در موزه یورک موندگی شدگی است، سنگ مخفی های. در همون سنگ استوره ای زمان حضرت سلیمان پیغمبر یک سنگ یافتن از تگ مسجد بیت المقدس. وقتی که همین یک قانون بین المللی را یونسکو در قبول کردن یهودی ها که او تشکیلات هم خود شنن، گفتن که تگ زمینی امیز تگ زمینی فلسطین ای ما ایو روش ای شما قانون بینده تگ زمین را کفتن میگیرن چپه میشن وکو امجا سنگ بیان که اسطوره خود چونه، تاریخ خود چونه، میگه همه ایمی جا بوده، همه مردم فلسطین میکشن امجا. قانون تگی زمین ایمو ای میگه بالای زمین ای شما، یک باور کنی یک برنامه میسازن که آدم حیران میشوه. در یکون جای دنیا قانون وجود نداره. تگی زمین ها کافتن از تگی مسجد سلیمان پیغمبر یک تخت سنگ گفتن، در یونسکو میره قید گرفتن. در همین تخت سنگ یکم نام رسول اکرم نوشته گیر. تخت سنگ یافتن که در عهد سلیمان پیغمبر همه نوشته بود استیم.
یکم نامی حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام، نام ابوبکر، نام عمر، نام عثمان، نام حضرت علی نوشتگی در همین سنگ ده با زبان یهودیگی نوشتگی که آخران پیغمبر قیاروش از کتابی زبور گرفته شدگی. همین سنگ تا به امروز خصوصا در دست مسیحیان در بریتانیا پنهان است. چندین مراتبه شد همین را به مبحث بحث جهان اسلام کشیدن که هم تخت سنگ بیاره در همون، یا انجیل کهنه را بیاره در همون، یا تورات کهنه را بیاره، نمی بیارن. میگه بیاره نوخی وقتی که و این حاجو که شما قدر جنجال میکنه همون دلیل را بیاره بینیم. ده ها صد ها دلیل میگه بیاره ما بینیم. حتی که کابل احبار، احبار جمع حبر یعنی علم، کابل احبار یعنی بحر علم داره. چی بوده است؟ بحر علم در زمان حضرت عمر ایمان می بیاره. در زمانی که ایمان می بیاره حضرت عمر، یعنی که تابعین بوده، عالم یهود، تورات با پررگی از یاد می دونسته، انجیل با پررگی از یاد می دونسته، قاری تورات بوده، قاری انجیل، کابل احبار، بسیار عمری در روز دیدگی است. یک چند روایت های حدیث در صحیح بخاری مسلم از کابل احبار آمده است. همین حضرت اسرائیلیات روایت میکنه، یهودیات همین شخصیت روایت میکرده. بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قدی هرش میشتیان و میگفتیان که کابل احبار کنی گمزن در بابت تورات پرسنتا در همین روز نیک در تورات کدام روز های؟ میگفتی جمعه. میگفتی چی با؟ میگفتی یهودی های مورا خدا زد شنبه را قبیدن. میگفتی انجیل خوندی چی؟ میگفتن اینکه مسیحی‌ها افراد کردن، حد گذاشتن، او یک شنبه را قبیدن، لیکن در انجیل ما جمعه را یافتن. تفسیر ده، تفسیردان عالم یهود و مسیحیان بوده در زمان عمر رضی الله تعالی عنه. و میگفتن که نسبت انجیل ها چی گفتنی؟ و میگفتن که انجیل ها از زمان قسطنطنیه، کنستانتینوپل تقسیم شد به سه انجیل، در دو تاش نام رسول الله بود. ایرا گفتن خیانت کردن، خودی همون کاردینال و پاپان نام جناب پیغمبر خط زدن. از روی چی کردن؟ از روی تسلیم نشدن که ما اگر تسلیم شویم شکوه، آبرو، عزت، پول، مال، نفس ما خار می شود. او کیای او را چی می گفتن؟ نبی امی. من همینجا می بیارم امیین، نبی امی. امی کسی را میگن که او خط سواد نداره، این خط سواد نداره، نه که قوری همه تمه کنن. ای را می گفتن این امیه، این جور خوندگی نیست. وای خوشانه خیلی دانا می گرفتن. موسی علیه السلام خط سواد داشت، عیسی علیه السلام خط سواد داشت، پیغمبر صلی الله علیه و سلام از روزی به دنیا آمدگیش تا روزی به پرده خاک رفتگیش یگان کتاب خوندگی نبوده، یگان ورق خوندگی نبوده، یه حرف نوشتگی نبوده است. تهمت نزنن که قرآن خودش چی نوشتگی است. خداوند میگه نبی امی است. انا میگم نبی هست که چرا ننوشتیون؟ نه که من دادم شمیرم. اگر هم یک ورق می نویشت که یک خط می نویشت، تهمت شما زدن که تورات و قرآن خودش نویشتن. گیم تورات و انجیل و زبور از روی معنا کلام خدا هم. از روی چی؟ از روی معنا. برای چی از روی معنا کلام خدا هم؟ برای اون که این از پیغمبر رو روایت شده گیم. پیغمبر در لفظ ای جانب خدا می بیاید او چکار میکرد؟ می نویشت. من از من دیکتان تمثیل یک نقل میکنم و شما رو میگم که انشای آزاد نویسید و شما همین معویزه من کرده گیره چین فکرتون می نویسید. تورات انجیل زبور، زبور ایروی معنا بعدی 100 سال و 200 سالی ای دست رفتنی حضرت عیسی و موسی و حضرت داود به میان اومده گی بده، بعدی 200 سالشون به معنای امورا جمع کرده بدستیم. برای انا همین تحریف شده گی بوده. معنی تحریف همینه که تغییرات شده بوده است. در انجیل و تورات و زبور امروز ممکن که میگه تا 25% چه علما تحلیل کردین. یکی از انجیل شناسی بلژیکی می نویسه که انجیل ها را ما تحلیل کردم 35%ش دروغ های. 35% داره میگه دروغ نه، دروغ داره میگه. این هیچ مگه در عقل انسانی توغری نمیگیره. حتی که اسرائیل تیلک یکی از تاریخ نویسای یهود نوشته است که تورات من 17% دروغش قبیلگیم. چند فویزشان؟ برای همه تحریف های اخی. اما قرآن عظیم و شان تا به امروز کسی یک خط چه نمی آورد.
همین یک نقطه‌ش ما مسلمان همه قدر آبرو داریم امروز ما چی داریم دیگه در این دنیا همین کتاب مونه برای همین فاین حاجوک اینو اینمین کتابوی رخشان تغییر دادن عقیدوی برغلط چون قدی احکاموی برغلط چون قدی دینی برغلط چون قدی میبیوین از روی چی قدی تو بحث میکنن ظلم میخوان که ظلم قدی خشان حق اعلان کنن به خاطر یک مریم مقدس عیسی مسیح جنگ صلیبی را در راه اندوختن جنگوی صلیبی را در راه اندوختن یعنی عصری 8 میلادی اگر گویم 200 سال بعد اسلام اومدن جنگوی صلیبی را براه اندوختن شما همتون خطان میدونید که کریستوس که پخود چیکار کرده گیا شما همتون اینه در مکتب خوندگی اینها آمدن از عصر 8 میلادی سر کردن من سال 800 همینا را روانه کردن سال عصر 8 عصر 9 عصر 10 عصر 11 عصر 12 عصر 13 عصر 14 ان این قصر سال برای مریم برای عیسی علیه السلام برای مریم جان میلیون ها انسان را گرفتن نه همو انجیل تغییر یافت نه مریم تغییر یافت نه عیسی آدم ها را در صلیب میکشیدن دار میزدن حتی دیدگی بوده باشه اگر گلادیاتور را تأسیس داده بودن آدم ها را پیش شیر دمی پرتفتن پیش گرگو دمی پرتفتن قطعا ما جنگ نه قربانی شما برای فرزند خدا او فرزند خدا آمد میگه گناهی تمامی ما مسیحی ها را گرفت جمع کرد در رای الله جل و علا شانه قربانی شد در رای الله چی شد میگه قربانی شد او جنایت گناهی ما را گرفت رفت میگه قربانی شد میگه ما اگر چی گناه هم که کنیم دیگه آوفای میگه گریف برد میگه همون را چیکار کرد آوف کرد میگه این فرزند خدا قربانی شد این فرزند خدا قربانی میخواهد این فرزند خدا چی میخواهد قربانی میخواهد این میخواهد که در ری قربانی شوند با انمی تأسیس شد امروز تمام امین مرکزهای گلادیاتری را جنگ میموندن تماشا میکنن در ریم شرقی در ریم غربی در اسپانیا در فرانسه در ریم در همین جاها تماشا میکردن آدم ها را شیر میخورد گرگ میخورد آدم هم میخورد جنگ میموندن همون کلان سناتور را تماشا میکردن سناتور را در همین جا گویا که فرزند خدا محسوب میشدن گویا که برای عیسی مسیح همه را قربانی کرده است امروز جنگوی ستکا و همی هست که پراید همی و همی دوام هم موه همی جنگوی همی دوام هم موه شما گمان نکنه همو گلادیاتران همو میشینن دک از جنگ میکنه لذت میبرن این دوام هم موه دوام انمو قربانی در عیسی مسیح هست یا موهیت های دینی داره این کاری کارو را بسیاری مردم ما از روی سادلوحی نمیفهمن برای اینکه همه همی ریشش چی هست ظلم ریشه اینه برادرو آدم هم میزنه ظلم اینه اسلام اومده همه را من میکنه اسلام با پررگی بوکس حرام اعلان کرده گه با پررگی مشقش حلاله بوکس حرام هی برای اینکه از همه عضوی زیبای انسان سره فقط از سر آدم میزنه از همه عضوی با شرف انسان کجا هی در سر زدن حرام هی در رو زدن حرام هی با پررگی همین مشق بوکس علما اتفاق کردن که اینا نکنه که حرام است پولش حرام است فقط مشقش اجازه میتن تمام زدن آدم اجازه دادن کی گفته آدم میزنن در کجای شریعت ما اومده که آدم زن این امینه این ریشه این ان مسیحیت ای ظلم خز از ظلم اینو ظلم کردن فاین حاجوک میخواهند که با دروازه ظلم بیاین قدی تو حجت برام خصوصا در امین تاریخ آسیای خرد می نویسن آسیای خرد داخل می شود ترکیه، عراق، فلسطین همین منطقه های زمین شام در همین تاریخ می نویسن که زمانی که مسیحی ها آمدن گرفتن در عصر دهم در عصر نوح آخرش اول دهم ده آمدن زمین فلسطین گرفتن دور آمدن مسیحی ها گرفتن دور آمدن از یک ران پای آدم کوه ساختن از دست آدم کوه ساختن ای سری آدم کوه ساختن خیلی مسیحی ها می نویسن از میان آدم کوه ساختن به درجه کردن که تپه های کوه تپه مرده آدم بود میگه کسی اینو چیزی نمی نویسن اما یکون کار اگر امیر تیمور کرده باشه میگه ای چیز از کلای آدم مناره ساخت اگر او کسی رم کشته باشه دشمن اسلام کشته گیر نکم اینو میگه مسلمان اگه ریزه کرده میگه اما کوه کرده تا انامین قبری حضرت ابراهیم علیه السلام آورده که بودن کی را مسلمان را کسی ای که چیز گام نمیزنه و خدا رحمت کنه پدری سلطان صلاح الدین ایوبی را این قیام کرده قبری را کم به همش همین سرزمین بیرون کرد
شما همتون جنگی صلیبی را میدونین که اینا شکستی کلان حضرت سلطان 600 هزار مسیحی از اروپا جمع میشود کجا میبیند؟ زمین فلسطین میبیند این جانورای وحشی را این حضرت به شکست شانتیه شما خودتان همتون تاریخ سلطان صلاح الدین میدونین که چخلی شخصیت بود چخلی کار بود به درجه ای شد که 600 هزار مسیحیت ها یعنی که انمون شخصیت هایی که به همی کار آمدن همی دو ایروی ظلم آمدن این سرزمین در زمانی کارل کبیر شکست داد حضرت سلطان که را شکست داده که بده است؟ کارل کبیر را که در تاریخ شما میدونید که کارل کبیر اروپا را گرفت لیکن به دست سلطان صلاح الدین ایوبی شرمنده شد بحث چی بود؟ بحث انمین بود اگر اینها بیاین از روی ظلم قطعی تو حجت برن دلیل فقول ای حبیب محمد قطعی ظلم بحث نکرد این قدر چی جنگ میکنی؟ گو اسلام تو وجهی لله من روحان و جسمان تسلیم خدا یگانه هم اول یکم انا مینه گابزن یکم چی نه برای اونها بیان که؟ اقایده که من تسلیم الله هم شما چی؟ بیو ایمی سار کنیم گفت نه مسیحی قدید بحث میکنه یهودی تو تسلیم خدا یگانه هستی که معبودی برحق من تسلیم همو هم و من تبعانی کسی که پیروی من ای امت من ای این هم همه عقیده را داره ما امت رسول هم همه عقیده را داریم ما یکم تسلیم خدایم تمام ما تسلیم هیچ کس نیستیم ما تسلیم بوت نیستیم ما تسلیم این نیستیم ما تسلیم اللهیم این پیغمبری ما را یکم سخنش همین هست و قل للذین اوتوا الکتاب بگو برای آن کسایی که اونها اهل توراتن اهل انجیلن اهل زبورن و الامیین مشرکای عرب بگو اسلمتم شما تسلیم نمیشه خدا یگانه ده ایجا ا به معنی میگم که خی اکو خونه نمیدروی من خی میگم من خونه دگه اون چه باشه نمیدروی مگه اون پلاچوی گیریم خدا ما پیغمبر ما میگه که من تسلیم خدا یگانه ام اسلام آوردم تسلیم شدم من تسلیم موسی ام من تسلیم عیسی ام یگانه دینه که عیسی را پاک میدونه این اسلام های مریم پاک میدونه اسلام های اسلام های این باید ایمان رحمت گوان که ما اینا رو پیغمبر میشناسیم پاک میدونیم شنه که اینا نبی هم من گویم یک تسلیم شده اگم در همون 124 هزار پیغمبر یک روایت 360 هزار پیغمبر یک روایت ما به همه این تسلیمیم که اینا پیغمبر هم پیغمبر شوخی انسان های ما به اینا تسلیمیم به اینها بگو اسلمتم همزه قدی آیا شما تسلیم نمیشه ای اهل کتاب اهل کتاب یکم اهل کتاب تورات تمام یهودی ها دویم زبور ترانه ها بود ترانه ها یعنی که کتاب به طریق شعر آمدگی بود در عهدی که داود علیه السلام بعد از او انجیل مجموعاً در دنیا 9 تا انجیل های چند تا انجیل بده؟ 9 نمود انجیل بده کدومش را گوش کنیم نمیدونیم کدومی اینا گوش کنیم ما نمیدونیم 9 تا انجیل بوده است انجیل مقدس انجیل لوقا انجیل یوحنا انجیل یهوه انجیل بارنابا انجیل اقلیدوس نمیدونیم کدومیش را گوش کنیم شیعه و سنی نکم یک قرآن داره همین ما امروز اگر 18% مسلمان شیعه باشن پس مادش سنی هست ما یک قرآن داریم یک قرآنی که حضرت عثمان نوشته هر دو جرایان قبولش کرده گیر همین یگان فرقیه در قرآن بین ما و شیعه نیست همش یک قرآن هست همش قبول کرده نمی قرآن هست بینیم که کدومیش تسلیم شده این موقعی 9 انجیل مسیحی های بریتانی علاهیده انجیل دارن مسیحی های آلمان علاهیده انجیل دارن مسیحی های امریکا علاهیده انجیل دارن مسیحی های اینجا علاهیده انجیل دارن اینش اینش قبل یک حدیثه بعد نبینه با ولی اینو را نده جنجاله شما ولی ما سازیم که با خپیم اینو اگر یک دیگری شبینن در جای یک دیگری شیشتن نمیتونم انا همین با حاض یک نمود جرایان نو پیدا شده گیه 200 سال شد در امریکا آیسته زیاده از 32 ایالات متحده را زیر تصرفش کرده با نام جرایان مسیحیت مورمونیزم یک گروپی رو نو پیدا شده مورمونیزم اینو با انجیل نو نوشتیم اینا گفتن که عیسی مسیح زمین فرماده گیر ما قدیش دیدیم اما مرمون گفتن من قدی عیسی و خوردم بین آسمان و زمین ده گفتن قیامت نزدیکه من ظهور میکنم و باید شما دنیا را گیری
در همون که دنیای شما گفته امروز عصر تکنولوژی است، ای تمامی شبکه‌های اجتماعی گفته یه روز من برآمد میکنم، گفته من و خوردم در یک نکاح تا 49 زن اجازه میتیا، یک دین، یک کتاب، یک افسانه، یک خرافات، یک مزخرف، یک حیران میشی. او با اگر ایروی عقیده او نگاه کرده ایستی، باید تراشیدن برود اجازت نیست، تراشیدن ریش اجازت نیست، تراشیدن قش اجازت نیست، گرفتن ناخن اجازت نیست، همین انسان یک جادوگر کرده میمونه. یک تعلیمات هایی که لیکن نو مرمون ها برامدیان 200 سال شده امریکا در یک مراتبه اینها را قانونن من کرده بودستیان، امروز میگه اجازه دادگیان با پرگی میگه امریکا را میگه زیر نفوذ کردستیان. من شما بینین که والامیین اسلمتم، شما اسلام نمی بیاری، چی مسیحی قطی، چی یهودی قطی، چی امی قطی. امیین در کمی درامده است؟ مردمی که کتاب نداره، مردمی که کتاب نداره، یعنی که مشرک ها کتاب ندارن. اینا قطعی اگر بحث کردی یکم گو که من تسلیم خدا هم، شما چی؟ شما تسلیمی کی؟ وقتی گو که من تسلیمی بودم که دیگه کاردارش نشد، وای برای اکنون ظلم کردیست. او میگه من تسلیم خدای سه تقسیم هم چکش نشد، وای ظلم کردیست. خیلی من یهودیت معلومه در شما، وای ظلم کردیست. امیین تمامی بود پرستای عرب، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، دعوت شون کن که اگر شما میخواهی که مقصد و مرام هدایت در رسی بیای اسلام در تسلیم شوی، مجبور شون نکنه که دعوت شون کن. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر شما تسلیم شوی دمی خدا یگانه با او بر سر میشوی، شما هدایت میابی. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر رو گردانده، ای پیغمبر اگر تا دعوت شون کردی قبول نکردن، خندیدن رفتن، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یک پشتالیونی منی زیخ نشو، تو رساندی خبره، چخش نشو، تو بلاغی، جنگ نکن قطینو، خرخش نکن قطینو، یکون بحث مناظره به معنی قطینو نکن. والله بصیر بالعباد، من بنده ها من خودم دیده ایستم چکار کردستیم، دست با گریبون نشه به خاطر دین میگه قطینو. چی جنجال میکنه؟ اگر اونها آمدن جنجالی اونها به یراق اسلحه کشید، دیگه اینجا دیگه دعوت نیست، دیگه اینجا جنگ سر میشود. او یکم آمدن، لیکن اگر اونها بحث میکنن، مناظره میکنن، چی قدی باید بحث مناظره میکنی؟ در کار نیست قدی اینو بحث مناظره کردن، بحث مناظره قدی اینو به ضرر اسلام های قبولش کنه. منم که قبولش نکنه رفتن گیره، تو نکن بر اونها بلاغ رساننده ای، برسان که نمیرو حقه، نمیرو حقه. اینا رو یگون تش قطعی ایروی ظلم کار نگیر، قطعی اینا جنجال نکن، قطعی اینا خرخشه نکن. اینا از دیال برای تو پگه حجت های کلان میبیارن بخاطر ظلم شانه پشاندن، نحق شانه حق کردن، او شانه سفید کردن. اینا بسیار میبین آلی پیش خودت، بحث های کلان میکنن. فقط اول ای خدا گوزن که من خدا یگانه ده ایمان دارم، بعدا همون دین تا برنامهش پیشنهاد کن. فاین اسلم، و اگر گمی برنامه دین من در شما تسلیم شوه، فقط اهتدا و روی هدایت نمیای. اگر گوان نه، تو یک رساننده ایمانی، تو پشتالیون ایمانی، تو قطینو جنگ نکه. اینا بین که دینی ما چه خیلی هست، قبول میکنه عزیز و دعوت چه قبول نمیکنه، قطینو جنگ نکنه، هیچیش نگوه با خاطر دین. بین در یگون جوش میگه که اگر او قبول نکر شمشیر که بسرش برا، اگر او آمد با تو میخیزی، در یگون جای اسلام نیومده که اسلام یکم حجوم کنه، کجاش آمده؟ چخه نشوی میگه در زمان سلطان عبدالمجید، پدر سلطان عبدالحمید ثانی، سلطان عبدالمجید تمام شهرهای پرتغالیا و شهرهای فرانسه و اسپانیا با طریق ساختن ساعتهایی که هست با نام تیتان، این دست یهودی ها بود، اینا بسیار مردمی زیرکان، همونجا ساعت تیتان آینش همینو تأسیس دادگی بودن، ساعتهای قیمت ترین شویتسر همینو می ساختن، نو فابریکه ها ساخته شده بود در باره ساعت. اینا خیانت کردن بیزنس الماس ایدس کشور رو گرفتن، با جایی که بیزنس دولتی کنن بیزنس شخصی کردن. ولی باور کنی من، این پولی دلار و یورو اینا پول دولتی نیستن، اینا پول شخصی خاندانه، این دولتی نیست همین پول. اینا می خیلی کردن، او بدرغه کردن یهودی را، میلیون ها دونه یهودا سور کردن در بحر و ریخت. یورا کی با اجازه داد؟ با سلطان عبدالمجید عمر پناهندگی داد چونه در خیلی فلسطین در زمان خلافتش ترکای عثمانی گو مرحمت بی گو من همینجا در تجارتاتون ببینین نالوگ دولت سپوری ما شما را اجازه میدیم. اینا بگی همینا دم رحم کردن،
همیوره هیچی نگفتن از روی انصاف مرحمت زمینشون دادن جورشون دادن زراعتشون دادن قریب زیاد از 50 سال زندگی کردن روز این شد که با آمدن لین گردوندن پوچه گردوندن که مادرم اینجا بیرق بنا میزنیم همین اینو همی خیلی مردم هم اینو همی خیلی انسان هم فا این تولا دین تا قبول نکردن شریعت تا قبول نکردن کتاب تا قبول نکردن خط تا قبول نکردن فا اینک فا این نمو علیک البلا تو فقط بگو شونا چکاردار نشو بگو که اینه میخیلی دعوت های والله بصیرون بالعباد و من دیدستم مخی من دیدستم مردم چکار میکنم و من نظر دارم که چکار میکنم من دیدستم بازی های اینا را من تماشا دارم من دیدستم که اینا چکار کردستیم اوهیستا هاز امروز یک تحلیل نو بین اکسترسنسور و بین مسیحیان جنگ کلون های با درجه ایشنه که مسیحی همش جادوگر شدن دیگه دینشون موندیان همه علم این قبیلیان حتی اگر تماشا کنه کردسته باشه هر یک تینو میگه او اخلاص در جادوگر داره میگه دیگه در همو کاردینال پوپش نداره بین اینو خشون خرخشه خسته سیوزیه با درجه خرخشه خسته سیه که حتی پیش اکسترسنس در دایه روز میگه صد تا جوان میروه یکان انسان میگه مسجد مسیحی نمیبیو بین خودشون جادوگر ها و بین امینو میگه به نهایت وضعیتشون با دایوزیه اینا خدا دیده است اما خدا میدونه که با باطل خودش چقدر جنگ مونه والله بصیر بالعباد خداوند بینا های با بنده هاش خدا ما را دیده است برای همین کسی قدی بحث میکنه کسی قدی مناظره میکنه مسلمان باید خرخشه نکنه چی قدر ایروی تسلیم ایروی سلامتی ایروی تینج گپ بزنه قبول میکنه قبول نکنه احزق نشوی در قرآن آیه مبارکه خداوند پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر میکنه و من نیاوردم این قرآن که تزیق شوی و من قرآن را نازل نکردم تو غم خیری میگه تو خندیده گر ای مسلمان تو خندیده گر قبول نکنه چیکار کنی اینا مسجد هوی مردم اونجا به نماز گشت و زیق شویم مو بیا نه بیا گفت اما مردم ما گوری پدرش شد یوخی اینا خیلی جای گرما خوشرو تورتخونه هوی تمام دعوت و رفته سه مدرسه کار کرده سه نه بیا با چیکار کنیم گیره کرده گردیم برای او من نیواردم میگه ترا که تو زیق شوی تیه رسوننده ای دعوت چون کردن گیر قبول نکنه میگه من همه شخدم دیدستم اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اصحاب الاجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صفاتنا راست گیره